به نام خداوند بخشاینده مهربان، شاگردان عزیز سلام. خیلی خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما هستم. امیدوارم همه شما تا پایان این درس ما را همراهی بکنید. دوستان عزیز، درس امروزی ما و شما از بحث کلمات مستقل، قواعد دستوری صنف 8 رسیدیم به بحث مصدر و فعل. یعنی در این جلسه درسی دوستان عزیز روی تفاوت مصدر با فعل صحبت میکنه. بسیاری ها به اشتباه دوستان عزیز در محاوره عامیانه یا گفتار روزانه میان فعل و مصدر تفاوت قائل نمیشوند. یعنی بسیاری وقتا مصدر را به جای فعل استفاده میکنند و حتی تفاوت و تمیزی هم شاید تصور نشود میان مصدر و فعل، در حالی که مصدر با فعل تفاوت خیلی زیاده دارد. اول دوستان عزیز مصدر را تعریف میکنه. تعریف مصدر میگه مصدر عبارت از فعلی است بدون زمان و شخص معین. یعنی به این معنی دوستان عزیز خود مصدر هم یک بخش از فعل است، یک جزء از فعل است، اما با فعل یک سلسله تفاوت های داره. از جمله این که در مصدر دوستان عزیز زمان مشخص نیست، زمان معین نیست که آیا این زمان زمان گذشته است، زمان حال است یا زمان آینده است، در حالی که در فعل دوستان عزیز ما گفتیم در یکی از زمانه های معین. فعل کلمه است که دلالت بکند بر انجام کار در یکی از زمانه های معین و آشکار، چه گذشته، چه زمان حال، چه زمان آینده. اما در مصدر اینمی ویژگی وجود نداره، یعنی زمان آشکار نیست، زمان معین نیست. و شخص در فعل دوستان عزیز ما گفتیم که انجام کار می شود توسط شخص معین، چه شخص اول باشه، چه شخص دوم باشه، چه شخص سوم، چه متکلم باشه، چه مخاطب باشه و چه غایب، یعنی شخص مشخص است. اما در مصدر نه تنهایی که زمان مشخص نیست دوستان عزیز، شخص هم مشخص نیست. پس مصدر میگه عبارت از فعل است که زمان و شخصش معین و آشکار نباشه. خب دوستان عزیز از تعریف ما تفاوتش هم فهمیدیم. تفاوت فعل با مصدر در چی است؟ در زمان و شخص است. در فعل زمان معلوم است، شخص هم معلوم است. اما در مصدر زمان معین نیست، شخص هم مشخص نیست. علامت واضح و آشکاره که دوستان عزیز ما فعل را با مصدر بتانیم بشناسیم، تفاوتش را بفهمیم، در ادبیات ما شما دال و نون و تی و نون است. یعنی هر فعلی که در اخیر خودش دال و نون و تی و نون داشت اون فعل دیگه فعل نیست، بلکه چیز، بلکه مصدر. مثلا ما و شما داشته باشیم دوستان عزیز خوردن، نوشتن. مثال واضحش شما دوستان عزیز اینجا ببینیم، ما و شما اگر فعل داشته باشیم به نام نوشتن، مثلا نوشته میکنیم نوشتم. اگر ما بخوایم این را تبدیل به مصدر بسازیم، به این معنی که زمانش هم نامشخص بسازیم، شخصش هم، دوستان عزیز الف و میم پسوند پس میشه، با جایش ت و نون اضافه میشه، نوشتم تبدیل میشه به نوشتن. حالا یک کسی از شما سوال بکنه که نوشتن با نوشتن چی تفاوت داره؟ دوستان از دو تفاوتش برجسته است. اول اینکه نوشتن زمانش مشخص است، یعنی عمل نوشتن در زمان گذشته اتفاق افتیده، یعنی زمان چیه؟ زمان ماضی. بعد مسئله دومش شخص ازی هم دوستان عزیز مشخص است، اینمی الف و میم پسوند است، شناسه فعل، یعنی شخص اول در زمان گذشته عمل نوشتن را چی کرده؟ انجام داد. پس در نوشتن دوستان عزیز هم زمان مشخص است، هم شخصش مشخص. اما این طرف بیم در نوشتن، در نوشتن دوستان عزیز نه زمانش مشخص است و نه شخصش. خب نوشتن در کدام زمان؟ یا امین نوشتن چه کسی را نوشت؟ هم زمان نامشخص است و هم شخص نامشخص است. بنابراین تفاوت مصدر با فعل این است که فعل هم زمانش مشخص است و هم شخصش مشخص است، اما مصدر نه زمانش مشخص است و نه شخصش.
مدل انگلیسی دوستان عزیز ما شما داریم اصطلاح جرند. جرند وقتی که تعریف میکنه میگه شکل آینجی فیل. شکل آینجی فیل بنام چی میشه؟ بنام جرند. مثلا اگر ما شما داشته باشیم دوستان عزیز فیل رایت. رایت یعنی نوشتن. رایت یعنی نوشتن. با پسوند شخص هم میگره. مثلا من نوشتم، اون نوشت یا یک شخص دیگه نوشت. در رایت دوستان عزیز هم زمانش مشخص میشه در یک جمله استفاده شده، هم شخصش مشخص میشه که شخص اول است، دوم است یا شخص سوم، متکلم است، مخاطب است یا غائب. اما اگر این شکل آینجی به خودش بگیره مثلا شده رایتنگ، نوشتن، در این صورت دوستان عزیز نه زمانش مشخص میشه و نه هم شخصی که عمل را انجام داده. پس مصدر دوستان عزیز خودش نوعی از فعل است که زمان و شخصش چی باشه؟ نامعلوم باشه. علامتش در زبان ما شما دال و نون و تی و نون. یعنی هر چیزی را که در حقیقت بر شما فعل معلوم شد در آخر خودش دال و نون و تی و نون داشت، او دیگه فعل نیست بلکه چی است؟ بلکه مصدر. در زبان فارسی به جای مصدر از اسم فعل استفاده میکنند که اسم فعل اصطلاح درستر و بهترش هست. ای بود شاگردان عزیز درس امروز ما و شما. تا درس بعد خداوند نگهدار.